شهر آبادان بگم، ما هم عزا داریم. تا زمانی که این حکومت سرنگون نشده به جمع عزاداران اضافه میشه. ما عزاداران سال 98 تا امروز و شما هم اکنون، هیچ فرقی نمی کنه. ما در غم شما شریکیم، ما از یه خانواده ایم، ما در غم شما عشق می ریزیم، غم شما غم ماست. به خانواده های داغدار آبادان تسلیت می گم، به خانواده جلیلیان، به ندای عزیزم که میگه من تنها موندم. ندا جان من ناهیدم، منم تنها موندم. به خانواده معصومی، رامی، شیرین، مریم قربانی و اونهایی که اسمشون رو نمیدونم، تو غم همه تو شریکم. منم تنها موندم. ما هممون خانواده های آبان، مادران آبان، با شما همدردیم. غم شما رو میفهمیم، درد شما رو حس میکنیم با تمام وجودمون. شما تنها نیستیم، ما شریک غم شماییم. مثل سال بچه هامون گفتیم آ مثل آبان، ولی الان میخواییم بگیم آ مثل آبادان. آبادان آبان شد. نمیخواییم بهتون تسلیت بگیم. مامان پویای عزیز تسلیت گفت، اسامی رو گفت، ولی میخواییم بهتون بگیم که دل قوی دار، نوبت ما میرسه. منتظر روز انتقام. ما به یه نوع، شما به یه نوع. ولی الان هممون دادخواهیم. داغداری بمونه برای بعد از دادخواهیمون. الان گریه نکنید. الان عزاداری نکنید. عزاداری و گریه، برای عزاداری و گریه کردنمون وقت زیاد داریم. گریه و عزاداری باشه برای بعد از انتقام. انتقام نزدیکه. مادران آبادان، مادرای آبان، خانواده های آبان کنار شما هستن. ما مادران آبان به مادران داغدار آبادان تسلیت میدیم. میگه ما هم درد شما هستیم، درد میکنیم چون ما هم داغ دیدیم. ما 98 عزیزامون از دست دادیم. ما مثل شماییم. ما خانواده آبان 98 از آبادان پشتیبانی میکنیم، حمایت خود را اعلام میکنیم. خانواده آبان پشتیبانی میکنیم، تسلیت میگیم. ما هم مثل اونا داغ داریم، مثل اونا جگرمون سوخته. درد آبادان درد یک ملت ایران است. ما با آبادان هم دردیم و دادخواهیم تا روز انتقام. آبادان یان عزیز، ما تا آخرین نفس در کنار شما هستیم و با شما هم دردیم. من مادر ابراهیم کتابدارم. سلام میدم به آبادانیا. ما مثل مادر آبادانیا داغ دیده ایم. دو سال پنج ماه جیگرمون آتیش گرفته. داریم درد میکشیم، داریم ناله میزنیم. هم دردم مادرای آبادان، تا روز قیامت این جیگرمون داره آتیش میگیره. اون تا انشالله انتقاممونو میگیریم، انتقام ابراهیمو
هزار تا ابراهیم ها میگیریم انتقاممون، همدردیم با شما ها مادرای آبان. آبادان، تکهی زخمی و داغدار از وطن و کشور همیشه داغدار و تحت ظلم و ستمم. آبادان، آبان، آه مادران و مادری که دوباره داغدار میشه و تسلیت و تسلیت و تسلیت ها که همیشه داریم میگیم و گفته میشه. گویی شادی از میان ما رفته، گویی شادی از کشور ما رخت بر دستور رفته. ایران ما همیشه داغ داره. 43 سال ما تحت ظلم و ستم هستیم، از ناکارآمدی، از بی‌لیاقتی، از اختلاس، از دزدی، از بی‌مسئولیتی. تمام این مشکلات دست به دست هم داده تا الان آبادان هم داغدار باشه. تسلیت میگم به تمام خانواده های داغدار آبان، در کنارتون هستیم تا روزی که این ظلم به پایان برسه. ما مادرای آبان ساکن کرج امروز اینجا همه گرده هم جمع شدیم که به مادرای داغدیده متروپول تسلیت بگیم و ما رو در غم خودشون شهید بدونن. تسلیت به شما میگم، از خدا صبر و آرامش برای اینا میخوایم. و من خودم آبادانی هستم، ساکن کرج هستم. آبان 98 بچه‌م به شهادت رسید، بچه‌مو کشتم، حتی نذاشتن ما براش مراسم بگیریم، سال بگیریم برای بچه‌مون. ما در غم شما شریکیم و درود به زنان آبادان، مردان آبادان که اینطوری ایستادن و هموطنهای خودشون دفاع میکنن، زحمت میکشن توی گرمای آبادان، توی بی‌آبی. درود بهشون، درود. با سلام خدمت هموطن ها، خدمتان عزیزانم در آبادان، داشت هموطن های دهام دارم داغ عظیمی داریش میدونم. من هم مشترک دردتونم، مشترک داغتونم. امیدوارم باعث بانیشون هر کی بوده، از اون بالا تا پایین هر کی بوده، شناسایی بشه، مجازات بشه. ما فقط مجازاتشون رو میخوایم. ما درد مشترکی. من برای آبادانم میسوزم، من برای کشورم میسوزم، منم مادر مرزا میسوزم. تا عمر دارم این آه من دامنتون انشالله بگیره. درود میفرستم به مادرای آبادان، به خانواده های آبادان. صبر و شکیبایی از خدا بنده من براتون میخوام. هیچی نمیتونم بگم، چون نمیتونم بگم. یه چیزی نیست، دردی نیست که بشه گفت. میفهمم چی میکشید. امیدوارم خدا دلاس بگیره. فقط همینو دارم بهتون بگم عزیزانم. من مادر جاویدان محسن جعفرخانه هستم. من داغدیده آبان 98 هستم. من میخوام همدردی خودم رو با مردم آبادان اعلام کنم. میخوام بگم ما شریک غمتون هستیم، ما با شما همدرد هستیم. جنگ جنگ تا پیروزی. خیلی ممنون.